سلام، من عمار حسینی هستم و خوش آمدید به اخبار شیعه در افق پانوراما. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با صدور بیانیه رسمی به محترم شمردن فرصت ماه رمضان برای آزادی زندانیان و کمک به ملت‌های محروم دعوت کرد. در ادامه این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید آمده، حلول ماه مبارک رمضان بهترین فرصت مغتنم شمردن است تا رهبران و حکام کشورهای اسلامی را دعوت کنیم که زندانیان سیاسی و آزادی بیان و نیز دیگر زندانیان که حکمشان سبک است را آزاد کنند. به دنبال بارش‌های سنگین بهاری و وقوع سیلاب در ولایت‌های بلخ، زابل، ارزگان و قندهار، خسارت‌های سنگین مالی و تلفات انسانی بر جای مانده است. بارش سنگین باران بهاری در چند ولایت افغانستان موجب وقوع سیلاب و خسارات مادی و انسانی فراوانی شده است. منابع خبری افغانستان گزارش می‌دهند در بارش‌های سنگین بهاری ولایت‌های بلخ، زابل، ارزگان، قندهار و برخی دیگر از شهرهای این کشور شاهد وقوع سیلاب‌های سنگین بودند. لازم به ذکر است سطح بارش برف در برخی از روستاهای ولسوالی‌های قره‌باغ و جاغوری غزنی به نیم متر هم رسیده و به باغ‌های میوه این ولسوالی‌ها زیان وارد کرده است. بر اساس اعلام وزارت کشور بلغارستان، پلیس این کشور 25 پناهجوی افغانستانی را در نزدیکی شهر سمئونو فگراد بازداشت کرده است. وزارت کشور بلغارستان با تایید خبر بازداشت 25 پناهجوی افغانستانی در نزدیکی شهر سمئونو فگراد تصریح کرد. این افراد پس از بازرسی از یک اتوبوس مسافربری شناسایی و توسط پلیس بازداشت شدند. گفته می شود بازداشت شدگان به صورت غیرقانونی از ترکیه وارد بلغارستان شدند. وزارت کشور بلغارستان در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد در دو ماه نخست سال جاری میلادی 1278 مهاجر غیرقانونی را شناسایی و بازداشت کردند. رسانه‌های خبری از ناپدید شدن 34 مهاجر در نزدیکی سواحل تونس خبر دادند. این رسانه‌ها اعلام کردند این مهاجران بر اثر غرق شدن قایق آنها در سواحل شرقی تونس مفقود شدند و 4 مهاجر دیگر نجات یافتند. بر اساس این گزارش این مهاجران در حال حرکت به سوی سواحل ایتالیا بودند که در سواحل صفاقس در شرق تونس غرق شدند. این دومین حادثه غرق شدن قایق مهاجران در چند روز گذشته است. بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در سال 2022 حدود 1500 مهاجر در دریای مدیترانه غرق و مفقود شدند و نزدیک به 50,000 تن دیگر به سواحل ایتالیا رسیدند. دو بانوی مسلمان چینی از قوم اویغور از شکنجه و اعدام هزاران زن مسلمان اویغور در زندانهای چین پرده برداشتند. کلبینار صدیق، یکی از این دو بانوی مسلمان که با کمیته ویژه حقوق بشر در چین همکاری می کنند، در ادامه افزود مرد و زن مسلمان در چین همگی زیر ظلم و ستم حکومت مرکزی هستند. هزاران زندانی زن در زندانها مورد تعرض قرار می گیرند. مردان هم شکنجه می شوند. هزاران مسلمان چینی در زندانها هم به بهانه های مختلف اعدام می شوند. مقداد جبار، معاون رئیس بخش مضیف حرم مطهر مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، از آغاز برنامه سفره رمضانی در این حرم مطهر و منور خبر داد. وی در ادامه افزود برنامه سفره رمضانی با توزیع 2000 پرس افطار در اولین شب ماه مبارک رمضان در صحن حضرت فاطمه سلام الله علیها آغاز شد.
او همچنین گفت در روزهای آتی تعداد پرس‌های افطاری توزیع شده افزایش خواهد یافت و تعدادی پرس غذا در خانه سالمندان و دارالایتام‌های مختلف و برخی پزشکان و پرستارانی که در ماه مبارک رمضان در شیفت کاری هستند توزیع خواهد شد. قاسم العرجی مشاور امنیتی ملی عراق در سفر روز گذشته جمعه به هند با برخی مقام‌های ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرد. این اولین سفر یک مسئول بلندپایه‌ای عراقی به هند در 7 سال گذشته به شمار می‌رود. العرجی در این سفر مورد استقبال رسمی اجیت دوفال همتای هندی خود قرار گرفت و طرفین در مورد توافق عراق و هند برای بهبود روابط امنیتی و افزایش سفر زائران به عتبات عالیات با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کردند. توافق‌های اولیه در این موارد نیز صورت گرفت. خانم دیستاریا آنجیتا بوتری در مقاله‌ای تحلیلی در شبکه کاتا داتا چاپ اندونزی در مورد زیارت اربعین امام حسین علیه السلام نوشت، زیارت اربعین نمونه‌ای عظیم از تحقق نظارت اجتماعی به شمار می‌رود. او در این مقاله در ابتدا به انواع نظارت‌های اجتماعی و ضرورت حیاتی آن پرداخت و در ادامه به اربعین حسینی به عنوان یک نمونه‌ای برتر که هر سال تکرار می شود اشاره کرد.